هموطنان گرامی، درود بر شما. همایش ملاهای طالب در کابل با نتیجه غیر قابل انتظار پایان یافته است. مجموعه یافته ها نشان می‌دهد که طالبا در شاخهای مختلف طالبا، شاخهای خودسر طالبا، افراد سرکش و ندانمکار در بین از اینا در حدی بوده که اصلا جلسه مدیریت نداشت و از این معلوم میشه که طرح برنامه منظمی نیست. اینا حاصلش یعنی بازتاب نتایج ای همایش در سطح منطقه و در میان مردم افغانستان به ترتیبی است که طالب امور رقمی که در هر کار انتحار میکرد و فرهنگ و سنتش هست و بود، در اینمی نمایش دمی تیادرم انتحار کرده. این موضوع را با جناب عنایت الله طوفان که موضوعات از نزدیک دنبال میکنه و بحث میگیریم که اصل قضیه چی بوده و در داخل خیمه لوی جرگه چی اتفاق افتاده. طوفان صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و بر بینندگان برنامه شما. خدا کند که برنامه ای که شما دنبال میکنین، واقعیت هایی که از طریق برنامه شما بر جامعه ما بیان میشه، به هیچ شک نیست که اثرات مثبت خود دارد. امیدوار هستم که ملت متوجه به بسا مسائلی که در جامعه میگذره، خصوصا به ارتباط حیات خودشون متوجه شده بروند و متوجه شوند. میگم سنگ اول گر نهد معمار کچ، تا سریا میرود دیوار کچ. برنامه تحت عنوان جرگه و یا گرد همایی برای دستاربندی که در خیمه لوی جرگه طالبا به اساس مهندسی مدرسه حقانیه که تنظیم کرده بودند، در مجموع هم ملا و چلی و طالب جمع شده بودند. اونا برای از این جمع نشده بودند که راجع به سرنوشت مردم افغانستان و آینده افغانستان کدام طرح، کدام پلان، کدام برنامه داشته باشند. اونا چند کار خواستن بکنن، نظر به مو ماهیت خودشان، نظر به مو خصوصیت خودشان، مو که میگن که کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادا میکند. به همه معلوم شد که وقتی که طالبا خواستن که خودشان به اراده خودشان یک کاری را بکنن، همون مدیریت و ماموریتی را که ما در افغانستان در زیر چتر طالب میبینیم، دقیق معلوم میشه که اینا دارای استعداد مدیریت و منیجمنتی که وجود با نیاز است برای جامعه اینا نیستن. اینا یعنی در حقیقت چی گپ شده؟ یعنی چی چیزی از روالش به اصطلاح افتاده یا از خطی که تعیین شده بود دفعتاً انحراف صورت گرفته؟ چی گپ بود؟ بیشتر یک چیز رونما شد که معلوم شد که داره که وضعیت به گونه دیگری در حال تغییر کردن است، به خاطر که طالبا وقتی که این گرد همایی را که تشکیل دادن، در این گرد همایی کدام برنامه مدیریت شده و انسجام یافته وجود نداشت. وقتی که نداشت، معلوم میشه که تندرویای از یا تناقضگویای از یا و نشان دادن که در میانشان اختلافات بسیار زیاد شدید است، ایرم رو نمایی کردن، معلوم میشه که این پروژه در حال تغییر است. یعنی چی اختلافاتی به نظر شما؟ خب اول میخوام کمه که اگر اجازه تان باشه کمه که در این قسمت یک تفسیری هم داشته باشم. اولا یا که کسی را اونجا آوردن به نام امیرالمؤمنین، امیرالمومنین یک وجود فیزیکی نداشت، کسی را در اونجا آوردند و از سرش چادر انداختند. آدم بیادی امو سریال
هامون و سریال چیز یوسف سلام امور مندازن که یک کسی را آوردن اونجا چادر را سرش انداختن و از او یک صحبتی هم کرد و در صحبتاش معلوم میشه که این صحبت در از خودش در اینجا نبود، او ثبت شده بود. چرا؟ صدای طفلا هم میبرآمد، گاهی وقت صدای طفلا میبرآمد و خودش امو یک اشتباه دیگه هم در امو تکنیک ثبت صدا هم میبود که گفت من از این منبر که صحبت میکنم در بسا مسائل من میفهم که در افغانستان چه میگذره. همین مسئله نشون میده که این آدم یک حضور فیزیکی در اینجا خودش کن نبود، کسی را در اینجا آوردن تمثیل میکرد، گپ بالاتری نداشت. اما در این صحبت های سنجیده شده استخباراتی که بسیار زیاد دقیق سنجیده شده بود برای تغییر پروژه نشان میداد، یک اینکه تهدید کرد جهانه برای اینکه تو ما را به رسمیت بشناسی یا نشناسی، تو بخوای یا نخواهی ما کار خود را میکنیم، اگر بمب اتم هم به سر ما بریزن. دلیل یک برنامه هیچ راکار برای مردم افغانستان، برای افغانستان، برای حکومت کردن اینا نداشتن. یک پروژه هستن که آمدن جهان را به این گونه تهدید کردن. ماهیت اصلی تروریستی خود چه کردن؟ برملا کردن. ببینین امی جهان یار سر قدرت آورده، پس چطور بله. این علای در گلون جهان دوباره چنگ میپرده؟ جهان خو این پروژه بود که آورده، تا اینجا این پروژه آمد. ما حالی از این جهان یک سوال میکنم که جهانی که اینا را خواستن که از امو خط تروریسم عبور بتن بیارنشان، اینا را به حیث یک جریان سیاسی به مردم معرفی بکنن که گویا که اینا تغییر کردن، خجالت باید بکشن. نه، چرا خجالت بکشن؟ به دلیل ازی که اینا را به اجرای یک مرحله دوم ماموریت آوردن که بازی بزرگ جدید است. بایی بکشن که به جهان وعده تغییر در اینها داده بودن. در حقیقت در ماهیت اینا یک پروژه بودن برای همون کسانی که اینا را از خط تروریسم عبور داد، اینا را خواست که به منصه یک حرکت سیاسی، یک حرکت اجتماعی جلوه بدن. حرف ما در این است که در اینها همه قدر ظرفیت وجود داشت که اینا را تا اینجا آوردن. آل ماهیت از اینا روز بر روز ماهیت از اینا ظاهر شده میره، و گرچه که تروریسم ماهیتش همون ماهیت بربادی و تخریب و انفجار و انتحار و قتل و سربریدن و خونریزی است. ما دیدیم در این جرگه دیدیم. شما ببینید به اصطلاح ملا هیبت خان میگوید که ما به جهان وقت نمیگذاریم که چی ما را به رسمیت بشناسه چی نشناسه، ما کار خود را میکنیم. یک، و همچنان به کسان دیگری که امید بسته کردن به این پروژه انتحاریون که گویا ما در سایه از یا میتونیم زندگی بکنیم و سرمایه ما هم حفظ میشه، به می خاطرم به اینا دل بسته کرده بودن، اینجا درک کردن، پیدا کردن که این وضعیتی که بر ما گفته شده و در ای های چیز وجود نداره، اینا هم به یک ناامیدی دیگه ای ها مواجه شدن. و شما معلوم است که ببینیم که ما آقای حقانی چی میگه، خلیفه امیر چی میگه و خلیفه چی میگه، تناقض گویی. او دعوت میکنه از مامورین متروکه که بفرماین بیاین به افغانستان، میشه که ازشان استفاده شود، ولی ملا هیبت الله که امیرشان است، او تهدید میکنه که به هیچ وجه ما در کنار از جا و یا در کنار ما بوده نمیتونه. اگر قرار باشه، درست، اگر قرار باشه که اینا از یک دست اداره شوند و آیسای اردو را در کنترل خود داشته باشه، این تناقض به چه خاطر است؟ آیسای خود درست است که آیسای در کنترل اینا در تحت مدیریت آیسای هستند، در این هیچ شک نیست. گرچه که بسیار مردم فکر میکنن که ملا یعقوب و امثال ملا یعقوب اینا در کنترل آیسای نیستن، اینطور نیست. اینا در کنترل آیسای هستند. در بسا مسائل در میان این دو قطب که ایجاد کرده آیسای در اینجا از اختلاف این دو تا سود میبره، اینا در بین هم اینطور هستند. شما ببینید آیسای اینا را که تا اینجا که مدیریت میکنه، به معنای از این نیست که به ایا استحکام ببخشه مدیریت از اینا را،
اینا را به صفت یک نظام مقتدر در اینجا مدیریت بکنن. ISI منافعش در این است که در افغانستان بحران باید باشه. یعنی متفرق باشن. متفرق باید باشه. به همین خاطر است شما ببینید که از یک طرف مدیریت اینمی حاکمیت طالبان در افغانستان از قندهار میشه. اما شما ببینید که خلیفه از جنوب در مقابل چگونه برنامه ریزی میشه. این خودش یک تناقض بسیار زیاد بزرگ است. اما اگر ما بخوایم که بگویم که ملا یعقوب نمیخواد که زیر چنگال ISI پاکستان حرکت بکنه، که پس در قندهار حاکمیت ISI چی میکنه؟ ملا یعقوب در سایز میکنه. یعنی یک دو در حقیقت دو نقطه قدرت به وجود آوردن، یکیش خوست است، دیگهش قندهار. یعنی قندهار دو پایتخت به وجود آوردن، اردویش از یک دست داره شوه. یعنی خوست، خوستی و شبکه یقانی با محور قندهار هرگز در قدرت کنار نمیه. هدف چی باشه؟ خب هدف اساسی تداوم بحران در افغانستان است. شما ببینید که اکنون که ما درست این گپ شما صحیح گفتین، اما رهبر فرضی طالبا یک گپ زد که یک معنای دیگه داره. گفت که اگر سر ما بم اتم هم استعمال کنین جهان، گفت ما کار خود میکنیم. اینمی گپ یه آدم، آیا پیام یک پاکستان خشمگین نیست به امریکا و ناتو؟ به خاطر گرفتن پول و سرمایه‌های بیشتر جهت مدیریت از اینا و اجرای پروژه جدید در شمال افغانستان، ما که میگوییم که تداوم بحران در افغانستان پاکستان میخواهد، پاکستان از این تداوم بحران است که تغذیه میشه. یکی از او برنامه‌های پاکستان به خشم آوردن امریکا در ارتباط با نشان دادن لجام‌گسیختگی طالبان در ارتباط با این برنامه‌هایش است. در حقیقت خودش مدیریت میکنه این بحرانه. خودش مدیریت میکنه این بحرانه. تناقضات دو طرف ما میبینیم در ارتباط با این. اگر اینا به خاطر افغانستان، به خاطر استحکام قدرت در افغانستان، اگر اینا برنامه داشته باشن، مکاتب در یک لحظه که فرمان صادر میشه از قندهار ISI، که چون نفش در مسدود شدن مکاتب و تعلیم و تربیه معرفت در افغانستان است و خصوصا یک بدنه بزرگی از جامعه است به خاطر سربازگیری آینده برای آینده افغانستان، شما میبینید که مکاتب بسته شده تا به حال نه طالب پروژه برای از این داره که برنامه برای از این داره که مکاتب باز بکنه، نه برای از این داره که کدام اصول تعلیمی و تربیتی را شکل بده، نه کدام میکانیزم برای شکل داده توانسته. ما دیدیم در جنوب مکاتب بسته شد، در طی 20 سال بچه یک سال حال 20 ساله شد اکتفنگ در دستش است. یقینتان کامل باشه که در کابل که در پایتخت این بحران انتقال داده به منظور تداوم بحران و با جهل نگاه داشتن مردم افغانستان و استفاده جویی از آن است. این مسئله است که این استراتژی پاکستان در ارتباط با استعزای یک ملت است که 5000 سال تاریخ داره. خب این که 5000 سال تاریخ داره، خالقی تاریخ شگرفته خلاص است. یعنی و این خاطر است که پاکستان چنگ دندان خود چسبانده، آل ما با دنبال تاریخ نیستیم که بگویم ما 5000 سال داریم. آل پاکستان آنقدر غلام، آنقدر برده، آنقدر مزدور داره که دیگه وقت برای تاریخ و تمدن و فرهنگ در افغانستان نگذاشته. کسانی که راجع به افغانستان فکر میکنن، اهل فکر و فرهنگ هستن، با اینها مجال برای این است که اینا بتونن که صدای اصلی خود را برای ارتباط به افغانستان و آزادی افغانستان از چنگ هویلا چه بکنن، بلند بکنن. چرا ابزاری را پاکستان در دست طالبان قرار داده که به نام دین و شریعت گویه عبارت است، اونم مسئله است که شعار داد به عنوان از زبان مولوی انصاری که هر کسی که در برابر ظلم و مظالمی که جریان دارد در زیر چتر نظام طالبانی سر بلند بکنه، سرش باید زده شود. این خودش نشان میده که در افغانستان اینا امنیت نمیخواین، نمیخواین که امنیت به وجود بیاید، میخواین که بحران تشدید شود. خب یک چیز دیگه هم هست که اینکه نمیخواین امنیت تامین شود در افغانستان، یک مرحله است. ای تو تصور میشه که چیز بالاتر از این میخواین، یک پلان دارن.
وقتی که تهدید میکند جبهه جنگ مخالفین، این معلوم میشه که یک پروژه، یک پروگرام یا یک برنامه عملیاتی دیگه در دست انجام است که پیش از پیش از آدرس شریعت و شریعت مدارا طرف مقابل یک هشدار میده. شما تصور نمیکنید که این هشدار تنها به جبهه مقاومت نیست، این هشدار به متفقین یا به اصطلاح به نیروهای منطقه‌ای ضد امریکا هم باید باشه. چرا اونا دخیل هستند در این جنگ؟ عرض در این است که این هشدار را که امروز در جلسه دستاربندی که طالبا دادن، در پلوزی که جبهه مقاومت متوجه به ایگب ساختن که طالبا هرگز آماده به هیچ چیزی برای صلح، برای امنیت، برای مذاکره، برای مفاهمه، برای تفاهم نیستن. یک موضوعی است. موضوع دیگه است که در این تشدید بحران، تا جایی که ما اطلاعات داریم، نیروهای تروریستی مثل لشکر طیبه، القاعده، ایغوری و لشکر جنگوی و همچنان داعش داره که طرف سرحدات آسیای میانه یا خطکشی میکنن. این اصلا گزارش هایی است که در حرکت هستن، آمده رئیس در حرکت هستن و در حرکت هستن. چیزهایی که تا پاکستان در سایه چترال در ایجا تجمع داده بود، آل اونا به حرکت آمده. آهسته آهسته میخواهند که یارا به قوتهای بزرگ نظامی در چند نقطه اینا رو تقسیم بندی بکنن که تا بتانن که طرف آسیای میانه رو تهدید بکنن. در اینجا با تهدید همچی یک چیز تقابل بسیار سریع بین منافع امریکا و بین منافع روس ها ای حد میستن. نزدیک شد، تقریبا نزدیک شده. و این خاطر اگر این چیز صورت بگیرد، روس ها در این جواسای میانه متوجه نشوند، اگر زودتر تصمیم نگیرند، این یقینتان کامل باشه که داره که بسیار زیاد نزدیک میشه و وضعیت در آسیا میانه به طرف یک بحران بسیار زیاد عمیق فرو خواهد رفت. یک چیز است که از آسیا میانه گزارش هایی که ما در جریان هستیم، آسیا میانه هم به نوبه خود آماده یک واکنش بسیار قاطع و سریع از به این طرف در صورت اینه یقینی شدن یک تصادم. اما چیزی است که حکمتیار در خطبه نماز خود 7 ماه پیش گفته بود که تصادم از بدخشان و تخار حتمی است. اینال پیش از تخار و بدخشان اینجا در پنشیر قوتا محکم شده، یعنی طالب دندان خود از تسخیر پنشیر و اندراب ها و سرجم همی بامای هندوکش دندان خود کنده. اینمی که طالب با تمام قدرتش قدرت برش تحویل داده شد و آمد همی 2 نقطه را هیچگاه مسخر نتوانست، ای خودش یک محاسبه راهبردی بود در جنگ مخفی. این حال طالب ای که تهدید میکنه آیسای از زبان رهبر فرضی طالبا، این تهدید میتونستی تهدید نکنه و همیتو پیش بره. چرا این را علنی کردی تهدیده؟ منظور از این گپ بود که طالبا باید از این حالت باید براین، یعنی براین به خلق بحران به طرف سرحدات آسیای میانه. این تهدید به خاطر اینه که تقابل بین منافع روسیه و بین منافع امریکا باید به هر رقمی شود تشدید شود. این که طالبا دندان خود از پنشیر و از اندراب ها و از ایجا کندن، و این را باید عرض بکنیم که اینا یک برنامه دیگه هم دارن که عقبه ای مقاومت میخواین که چه بکنن، خالی بکنن و بحران در عقبه خود سنگرهای مقاومت ایجاد بکنن، چنانچه که بسیار زیاد فشار آوردن خصوصا نیروهای تروریستی را از سایه چترال بیرون کردن، در بهارک بدخشان، در فیض آباد، در سایه شغنان، در سایه ینگ قلعه، در اینجا جابجا کردن، حتی به طرف فاریاب و اینجا. این نمایندگی از این میکنه که طالبا پاکستان عقبه ای جبهه مقاومت چه میکنه؟
میخواد که تصفیه بکنه و این مقامات در اینجا این عقبش چی شبه؟ از امیدواری برای عقبه جنگ خود محروم شوند. یعنی راه را مسدود میکنند. راه را مسدود میکنند. چنانچه آل خدمت شما اطلاعاتی که ما در دست داریم، تمام نیروهای قبائل و پنجابی ها را همچنان از اردوی منظم خود اینا را میارن تحت بهانه ازی که در دانشگاه حربی مارشال شامل کردن و در تعلیم تربیه نظامی شامل کردن، بعد از یک ماه به عنوان ازی که این فارغ دادیم اینا رو شامل اردو میسازن. این قطعات شامل اردو، این پنجابی سازی در اردو و پنجابی سازی در امنیت و در پلیس به شدت ادامه دارد، به شدت ادامه دارد و طالبا رو میخواد که از این حلقه بیرون بکند، ببرشونه به طرف صفحات شمال و اونا رو در اوج درگیر بسازد و مدیریت خود به شکل درست و منظم در داخل پایتخت ادامه بدن. به خاطر اینکه در یک شک نیست که یک تعداد نیروهای یک تعداد انسانهای سرکشی در بین طالبان هم هست که نمیخوان که این ذلت و این خفت قبول بکنن. شاید هنوز در او خطوط اسرار استخباراتی از یاد او حلقه گیر نامده باشند، ولی یک حس افغانی و حس وطنی و حس مردمی شاید در بعضشان وجود داشته باشه. به همین خاطر است که میخوان که جنگ به طرف صفات شمال بکشونن، او طرف تشدید بکنن، همچنان آسیای میانه هم تهدید شوه و عقبه جبهه مقاومت هم چی شوه از به چیز رایش مسدود شوه. یکی از برنامه هایشان که امی اکنون که تذکره توزیع میکنن در بین قبایل گروپ وارد افغانستان شده روان هستند. شما میتونید که این از وزارت دفاع و از وزارت داخله و ریاست امنیت شما میتونید جستجو بکنین، پیدا بکنین که همچو چیزی به سرعت ادامه داره. همچنان در داخل کابل اینا مسائل ناامنی را بیشتر در رعب و وحشت در بعض نقاط کابل که اونها نسبت به وطنشان و مردمشان احساس مسئولیت میکنن زیر فشار و تهدید به همین خاطر گرفتیم. به همین خاطر گرفتیم که بتوانند که مسئله را به شکل درستش در داخل اردو و قطعاتی که هستن منظم یا را چه بکنن مدیریت بکنن. بله. این حال ما یک چیزی میشنویم پیوسته اطلاعات ما داریم که بسیار طالبان را قانع ساختن، کوشش میکنن که اردو و پلیس لباس یا یونیفرم خاص بپوشانن و اینا را در تحت یک نظم بیارن و بسیاری کسا هم هست از روی یک بیخبری میگن که ها والا بسیار کار خوب میشه، اونی یونیفرم پوشیده شد و پلیس قابل شناسایی باشه، دیگه ما بفهمیم که این نفر امنیت است، این نفر پلیس است، این نفر اردو یا قطعات شارا است، نظم خاص است، همی تو یک چیز در اصل یک نوع انتظام، یعنی انتقال، یعنی تبدیل نیروهای امنیتی پایتخت کلان شهرها و شمول ارگ و شمول تمام نقاط حساس از طریق قطعات پاکستان است که این میخواهیم که در تحت یک نظم بیارند، به دلیل ازی که در شیرپور در خانه مارشال دوستم و در دیگه خانه‌ای که ضبطی است جنرالای بازنشسته و همچنان جنرالای برحال پاکستان آمده رفت میرن و در اونجا مستقر هستن. اینمی پروژه که شما میگین در اونجا عملی در جریان است، رهبری میشه. بنابراین میخواستم سوال خود این مطرح بکنم که این مسئله را که مردم ما قدر خبر نداره، ما از طریق گزارش های اپراتیفی میگیریم، اینجا استخبارات ایران، هند و روسیه کاملاً در کابل و در شمال فعال هستند. با این اوصاف در و تهدید رهبر طالبان هم بگیرین و که علنی تهدید کرد، با این اوصاف ما از یک جنگ فیصله کن یک عملیات در شمال چقدر فاصله میتونیم داشته باشیم تخمینی؟
گرچه که مسائل بیشتر ارتباط میگیره به برنامه های استخباراتی و اطلاعاتی کشورهای منطقه مثل آسیای میانه و روسیه و چین و ایران، که در یک شک نیست که اونا این موضوع را طبعا زیر نظر دارن که در افغانستان چه میگذره و در قبال پایتخت افغانستان چی وضعیت روان است. و این شک نیست که سران بازنشسته، جنرالان بازنشسته آیسای پاکستان از قبیل کرنیل عبدالله، از قبیل کرنیل محمود، از قبیل کرنیل جاوید و امثال هم به داخل افغانستان در وزارت دفاع، در ریاست امنیت، در نقطه های بسیار زیاد کلیدی، اینا وضعیت افغانستان به گونه ای که نقشه کردن، مهندسی کردن، این را مدیریت میکنن. این به مردم عام، مردم افغانستان معلوم نمیشه که چگونه یه آرام آرام حاکمیت پاکستان در اینجا شکل میگیره. اما این به کشورهای منطقه بیشتر ارتباط میگیره که چطور بتونن که این استحکامات را که آیسای پاکستان و امریکا داره در طرف های صفحات شمال بر منافع اونا باعث یک نیروی تهدید کننده است، این را چطور بتونن که اینا مهار بکنن. فعلا وضعیت در حالت دیپلماسی، در حالت دیپلماسی قرار دارد. یعنی روس‌ها هم با طالبان در دیپلماسی هستند و همچنان ایرانی هم با طالبان در دیپلماسی هستند. تصور میکنند، من یقین کامل دارم که اشتباهی که ایرانی ها میکنند اشتباه یک بار دیگه است که تکرار میکنند. باز او وقت است که امی پشیمانی که در سالهای اول دور طالب کردن امی پشیمانی بار دیگه هم تکرار میکنند. بار دیگر تکرار خواهد شد ایگر که داره که دشمن در زیر گلونش میرسد با نیروهای ریزرفی و اونمو انتحاریون، که امین اکنون ایران اوضاعش متشنج است، خیلی متشنج از لحاظ امنیتی. شما دیدین که انفجارات بعض نقاطای ایران صورت گرفته که این خالی از این چیز نیست، مدیریت نیست. اما اینا با این تعلق دارن که اونا چه وقت اقدام میکنن که تا این شر از سر خود دفع بکنن. به اینجا شمال اینجا یک پایتخت جنگ شکلش به خود میگیره. ایرانیان در اونجا بسیار فعال هستن. جرگه طالب هم، جرگه مولوی هم خلاص شد. تهدید هم علنی صورت گرفت و جبهه مقاومت هم از این خو پرید، چرا اونا هم یکان دیپلماسی میکردن بعد از اینکه فتوا دادن که سرشان زده شود. و ملا مجیب هیچ کس سخن ملا مجیب تصحیح نکرد، یعنی اصلاح نکرد که ای درست نمیگوید. چیزی را که زبیلای مجاهد گفت که نه، اون نظر شخصی شد، زبیلای مجاهد دروغ میگه، زبیلای مجاهد در این چیزهای صلاحیت ندارن. دانموج حرفا را هر کدامش به نوبه خود زد. از یک سو هم قوتا آمده میره. یعنی تصور شما چی است؟ چی میشه؟ تصور ما از ایست که یکی جرگه را که دایر کردن، در این جرگه چند تناقضاتی که وجود داشت و آشکار شد و همونطور که شما فرمودین که چرا اگر حرف مجیب رحمان اگه حرف مهندس شده نباشه و مورد تایید طالبان نباشه، چرا در قسمت تصحیح از او اقدامی صورت نگرفت؟ چرا این گرده همایی که اینا برای یک برنامه کلان به اساس گفته خودشان شکل داده بودن و این تهدید برای مردم افغانستان، برای سرزدن مردم افغانستان، برای چی؟ درست است که مجاهد گفت، مجاهد به صورت یک سخنگوی یک موضوع را چنانچه که جنگ ها، قتل ها، سربریدن ها را طرف می رود و انکار می کنه، این هم برش چندان چیزی نداره، اهمیت نداره که اگر این را تصحیح بکنن یا نکنن. ولی حرف خود را گفتن، حرف خود در یک مجلس رسمی که به حساب خودشان در یک جمع بسیار زیاد بزرگ و غفیری از طالب و چلی و ملا به سطح جهان این را آشکارا اعلان کردن. اگر واقعا اینا کدام تصمیم درسته برای افغانستان می داشتن، این را تصحیح می کردن که نکردن. همچنان این تهدیدی از اینها جبهه مقاومت نه تنها که از خواب بیدار کرد، تکانش داد که
دیگر تمه و توقع داشتن برای افهام و تفهیم باید طالبا به خاطر آوردن صلح در افغانستان خواست خیال است. باید کمر بست و با میل تفنگ با این مردم باید پاسخ گفت. دیگر چیزی به عنوان مجال برای این نمونده که با طالب نشست، با طالب تفاهم، با طالب چی صورت بگیره در ارتباط با سال. چنانچه که نماینده جبهه مقاومت هم در خارج این موضوع رو یاد کرد که دروازه جبهه مقاومت بروی ما خود جنگ نمیخواستیم، ولی جنگ بر ما تحمیل کردن. با آن هم آغوش جبهه مقاومت برای صلح، برای مذاکره باز است، مگر طالبا به هیچ وجه وقت نگذاشتن، تهدید خود علنا کردن که ما نه بر جبهه مقاومت کدام حق قائل هستیم و وقت قائل هستیم، نه بر این جهانی که بر ما میخواهی که مهندسی بکنه و ما را رهنمود بده. بله. آنچه که خودشان میگن به عنوان شریعت، اما شریعت طالبانی که از مدرسه حقانیه الهام گرفتن، از مدرسه حقانیه الهام گرفتن، اما را میخوان که در افغانستان تطبیق بکنن که تا منافع غرب در افغانستان برای تهدید آسیای میانه و خصوصا کشورهای منطقه مثل چین و مثل ایران چه شود، اعمال شود. بسیار خوب. یک چیز دیگه هم به فکر ما میرسه که تهدیدی که رهبر مجهول طالبان کرد، مستقیم گفت که خارجی ها را تهدید کرد، آیا این تهدید به آدرس امریکایا بود یا به آدرس روسها؟ این تهدید فقط خواستن که در دیپلماسی این تهدید یک بسیار زیاد نقطه باریک نفته بایی بکنه به ارتباط ملامتی رو مثل آقای حکمتیار که تنه کودتا کرد و خبر نبود، ولی آیسای همین مرداری رو به گردنش انداخت، گفت که تو تایید بکن که کودتا از طرف حزب اسلامی صورت گرفته، با اشاره حزب اسلامی صورت گرفته، در صورت که خبر نبود کودتا از آیسای بود. آلی ای اتهام هایی که روسا میخواین بر امریکا داشته باشن که گویا این نیروهای تروریستی را به سوی خطهای مرزی دفاعی روسیه نزدیک میکنه، میخواین که نشان بدن که ما وقت بر امریکا هم نمیگذاریم و این تهدیدات را که اگر کسی بر ما بکند که بخواد که جلو ما را از این بگیرد و ما پیش روی خود مانی را دیده نمیتونیم. به این خاطر این تهدید اصلا برای روسا است. یعنی این ارتباط داره با سفر اخیر پوتین در گرم و گرم جنگ اوکراین و تاجیکستان، و این را پوتین قبلا درک کرده بود و این اطلاعات داشته بود که قبل از این که اینا این جرگهشان یه اعلام این اولتوماتوم را بتن، پوتین به سفر را سفر امنیتی و استراتژیک خود به آسیای میانه خصوصا به تاجکستان که تمت رفتن به طرف تاشکن سفری هم به اوجه کرد. در هیچ شک نیست که با بعضی نیروهای مؤثر ضد تروریسم در افغانستان با اونا هم یک چراغ سبز را نشان داد که گویا که روسا در برابر این مسائل و تهدیدات از قبل اعلام شده بی تفاوت نیستن، یعنی از این موضوع آگاه هستن. یعنی مذاکرات سری که پوتین با احمد مسعود داشت مرتبط است با همی گرمایش دمای جنگی در شمال افغانستان، یعنی به همی مسائل مربوط است؟ و به احتمال قوی سفری که آقای پوتین به تاجکستان کرد به احتمال قوی در یک از برنامه‌هاش ملاقات با احمد مسعود بوده باشد. چرا؟ این سفر یک سفر حیاتی هم بر آسیای میانه است، هم بر خطوط دفاعی خود روسیه و هم به نیروهای مقاومت ضد تروریسم در افغانستان. به احتمال قوی مذاکرات این صورت گرفته باشه، به احتمال قوی صورت گرفته باشه، این مذاکره شده باشه و در این راستا جبهه مقاومت و رهبری جبهه مقاومت نسبت به این موضوع در جریان گذاشته باشه و جبهه مقاومت هم به احتمال قوی اطلاعات داشته خود در ارتباط با تهدیدات تروریسم در منطقه در میان گذاشته باشند. در این هیچ شک نیست. آمادگی های خود روس‌ها در قبال تهدیدات تروریسم دارد.
ای که نقشه و پلان و برنامه چگونه عملی میشد، این مسائل است که بعدا سرش صحبت خواهد شد. بیاین از یک زاویه دیگه این وضعیت را ببینیم. در یک ماه اخیر شکست در اوکراین که اونجا خب امریکایی از افغانستان برآمد تیزه کردن، اینجا با پیرداری خود پاکستان و طالب مقرر کردن برآمد رفت که او طرف او پروژه را پیش ببرند، که او پروژه روسا پیش دستی کردن، میدان جنگ بردن. حالا پس اینا به نظر میرسه دوباره بسیار عجله دارن، پس خود از افغانستان محکم کنن که حالی حدث نره. امریکایی ها خب بسیار دل بسته کردن به اوکراین و یک مقدار امیدواری هایی را به اوکراین داده بودند، ولی پوتین با درک از وضعیتی که نقشه و مهندسی که امریکا کرده بود در اوکراین، به سرعت تمام برنامه های امریکا را در اوکراین چی کرد؟ سرکوب کرد و اونا را به سر جای شان. امریکایی ها با ناامیدی از اوکراین دوباره چشم دوختن به طرف امین نیروهای تروریستی در افغانستان که اینا را از قبل تجهیز، تمویل، مسلح کرده بودن و اکنون هم داره که هفته 32 میلیون دلار برای اینا به خاطر تمویلشان، به خاطر تجهیزشان و به خاطر به حرکت آوردنشان به بهانه های مختلف، به شیوه های گوناگون اینا را تمویل و تجهیز میکنن. میخوای که آله برای روسیه یک درد سر بسیار زیاد بزرگی را با تشکیل از نیروهای تروریستی مثل القاعده، مثل لشکر طیبه، مثل لشکر جنگوی، مثل سپاه محمد، مثل داعش در سرحدات روسیه که در نظر است که یک نیروی بسیار منظم تجهیز یافته در این سرحدات چه بکنه؟ به شکل زنجیری ایجاد بکنه. خب ایجاد شده، اما روس ها با درک از این واقعیت امی سفری که آقای پوتین کرد نشان داد که روسیه در قبال این قضایا بی خبر نیست، یعنی در انتقام و تغییرات نامید کننده ای که در اوکراین آمد برای امریکایی‌ها و ناتو، انتقامش از طریق در دادن یک جنگ کلان غیر منظم از طریق افغانستان میخواهند بگیرن. تصورشان همیست چرا در این نقطه سرمایه گذاری کردن، از سالیان متمادی در اینجا سرمایه گذاری کردن و با ناامیدی از اوکراین میخوان که انتقام خود در افغانستان با به اصطلاح با بازوان پرتوان تروریسم از قبل تجهیز شده خود بگیرن. در یه هیچ شک نیست که چرا یک لشکر خداداد برای امریکا در افغانستان شکل گرفته که با مصرف کم میتونه و کار بزرگی را و نتیجه بزرگی را به دست بیاره. خب اینا تحت نام اونم دین و جهاد و شریعت. خب اینا این کار را در عراق و سوریه هم کردن و او را روسا و ایرانیا سرکوب کردن. حالا که بیخی بازم به روسا و ایرانیا خیلی نزدیک است، داستان این جنگ حوزه افغانستان یعنی مشابه با اون جنگ سوریه خواهد بود؟ در این خواهی شک نیست، در این شک نیست. منطقه امریکایی ها میخوان که روس ها را به نوعی از انها به چالش بکشانن، به نوعی از انها برشان درد سر ایجاد بکنن. تصور میکنن که با این گونه برنامه ها میتونه که روس ها را خسته بسازن. خسته یا وادار به یک معامله؟ خسته یا وادار به یک معامله؟ بله بله بله، و وادارشان بکنه در خسته شما سه وادارشان بکنه در ارتباط با یک معامله بزرگ با ارتباط روسیه سوریه به ارتباط اوکراین بیشتر توجهشان به همین نقطه هست. اما روسا ما فکر نمی کنم که با این گپا آله زانو بزنن یا تن بتن و با این گپا وقت بگذارن، چرا ماهیت تروریسم و ماهیت امریکا و اهداف امریکا روسا پیش از پیش درک کردن که امریکایی‌ها در منطقه چه میخواین. با تشکر از شما جناب عنایت الله طوفان که در بحث یافته های جدید و تغییراتی که در پشت صحنه تحولات افغانستان رونما شده توضیحات مشرح دادین. تا نشست بعدی که متناسب خواهد بود با حوادث بعدی، من شما را به خداوند می‌سپارم.
سلامت باشین، بخیر باشین، با عزت باشین، و شما همچنان سلام خدا تقدیم میکنم. سلام علیکم.